نامه 40 نماینده پارلمان عراق به رئیس جمهور آمریکا همزمان با دیدار وی با نوری مالکی. ادامه هر گونه حمایت سیاسی و نظامی از دولت عراق را به رعایت کامل حقوق بشر، تامین خواستهای متحصنان و تظاهرکنندگان عراقی، آزادی گروگانهای ربوده شده از اشرف و تضمین حفاظت ساکنان کمپ لیبرتی مشروط کنید. دستگیری های خودسرانه و اعدام های بیرویه و سرکوب و کشتار پناهندگان سیاسی که آخرین نمونه آن حمله به پناهندگان در اشرف و کشتار 52 تن و به گروگان گرفتن 7 تن بوده است، همچنان مورد نگرانی جامعه بین المللی است. پاسخ نوری مالکی به توده های میلیونی تظاهر کننده که بیش از 300 روز است در حال اعتصاب و قیام هستند، سرکوب و کشتار وحشیانه بوده است. نقش مخرب نوری مالکی در دامن زدن به تفرقه و انحصار طلبی، عراق را به سمت جنگ فرقه‌ای در آینده نزدیک سوق می دهد. رئیس جمهور اوباما 31 اکتبر 2013. دیدار نخست وزیر نوری مالکی از آمریکا و به ویژه دیداری که با شما خواهد داشت، یکی از موضوعات بحث برانگیز روزهای اخیر در رسانه ها و در پهنه سیاسی عراق و کشورهای عربی بوده است، کما اینکه در خود ایالات متحده نیز انتقادات وسیعی را به دنبال داشته است. به اعتقاد ما، نگرانی عمیق ده‌ها تن از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا در مورد نقش مخرب نوری مالکی در دامن زدن به تفرقه و انحصار طلبی در قدرت و سوق دادن کشور به طرف جنگ فرقه‌ای در آینده نزدیک بسیار واقعی است، کما اینکه خرید سلاح از آمریکا با توجیه مبارزه با تروریسم نیز یکی از نگرانی‌های جدی ما و توده‌های میلیونی تظاهرکننده است که بیش از 300 روز است در حال اعتصاب و قیام هستند و نه تنها کمترین پاسخی از سوی دولت به خواسته های مشروع و قانونیشان دریافت نکردند، بلکه به دفعات و از جمله در هویجه و دیالی و سایر مناطق به طرز وحشیانه ای سرکوب و کشتار شدند. واقعیت این است که در حال حاضر عراق هیچ نیازی به این سلاح ها ندارد، الا اینکه سوء نیتی در استفاده از آنها علیه مخالفین داخلی در میان باشد. ما شماری از پارلمانترهای امضا کننده این نامه در آستانه دیدارتان با نخست وزیر نوری مالکی مایلیم یادآوری کنیم که طبق تعهدات مشخص ایالات متحده آمریکا، هر گونه حمایت سیاسی و نظامی و اقتصادی از دولت عراق مشروط به رعایت حقوق بشر و احترام کامل به اصول دموکراتیک و مشارکت ملی بوده است. این در حالی است که به گزارش معتبرترین نهادهای حقوق بشری بین المللی، نقض حقوق بشر، دستگیری‌های خودسرانه و اعدام‌های بی‌رویه و حتی سرکوب و کشتار پناهندگان سیاسی که آخرین نمونه آن حمله به کمپ پناهندگان اشرف و کشتار وحشیانه 52 تن و به گروگان گرفتن 7 تن دیگر بوده است، همچنان مورد نگرانی جامعه بین المللی است. وخامت بی سابقه وضعیت امنیتی همراه با رشد انحصار طلبی و به حاشیه رانده شدن شرکای سیاسی به حدی رسیده است که چشمانداز برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف بسیار تیره و تار می باشد. از این رو ما از شما مصرانه می خواهیم تا ادامه هر گونه حمایت سیاسی و نظامی دولت آمریکا از دولت عراق مشروط به تعهدات مادی و ملموس از سوی این دولت در احترام کامل به حقوق بشر و خواسته های متحصنین و تظاهرکنندگان و آزادی گروگان های ربوده شده از کمپ اشرف و تضمین حفاظت کلیه ساکنان کمپ لیبرتی و همچنین توقف سیاست های انحصار طلبانه و محترم شمردن حقوق شرکای سیاسی سازد.
پیام همبستگی 150 قاضی از کشورهای مختلف عربی به شرکت کنندگان در تظاهرات واشنگتن. در ابراز انزجار از آمران قتل عام اشرف، خود را در کنار شما می‌دانیم. کتاب به اوباما می‌گوییم کسانی که 52 بیگناه را به قصاوت بارترین شکل به قتل رساندند و 7 نفر را به گروگان گرفتند، هرگز نباید از سوی شما مورد استقبال قرار گیرند، بلکه باید محکوم شناخته شوند. جنایت علیه بشریت در اشرف باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر از جانب 150 قاضی خواهر و برادر شما از کشورهای مختلف عربی بر شما تظاهر کنندگان سلام و درود می فرستد. ما مطلع شدیم که شخصیت‌های آزاده و شریف و پشتیبانان مقاومت ایران در یک گرد همایی در برابر کاخ سفید در واشنگتن به دلیل حضور آمران قتل عام اشرف گرد آمدند تا انزجار و اعتراض خود را در این دیدار اعلام کنند. به این وسیله ما با شما اعلام همبستگی می‌کنیم و این جنایت بزرگ را محکوم می‌کنیم و خطاب به اوباما می‌گوییم کسانی که 52 بیگناه را به قصاوت بارترین شکل به قتل رساندند و 7 نفر را به گروگان گرفتند، هرگز نباید از سوی شما مورد استقبال قرار گیرند، بلکه باید محکوم شناخته شوند، زیرا این جنایت علیه بشریت در همه قوانین بین المللی محکوم شناخته شده و شایان پیگرد قانونی است. کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر.